50 روز در زندان انفرادی گذرونده و بعد از اون در بند قرنطینه مواد مخدر منتقل شده و که به علت شرایط بد بهداشتی و همچنین که برادر من از ناراحتی قلبی رنج میبره از قرنطینه به مدت 5 روز به CCO منتقل شده که در CCO با زنجیری که به پاش بوده و دستبندی که اونا به تخت بسته بودن اونجا بستری شده. بعد در تاریخ دوم شهریور 1387 در یه دادگاه خیلی کوتاه مدت که تقریبا 2 ساعت طول کشیده به اتهام تبلیغ علیه نظام و تبانی بر علیه امنیت داخلی و خارجی محکوم شده، 3.5 سال حبس و 3 سال تبعید به شهر بابک هستش و 5 سال عدم فعالیت در زمینه رایانه‌ای که قبلا مشغول به کار بوده. برادر شما چه نوع فعالیتی داشتن که بازداشت شدن؟ فعالیتش از لحاظ اجتماعی مغازه فروش کامپیوتر داشته، ولی به دلیلی که روانه زندان شده چون با 2 تا از هموطنان مشتریان مغازه اون بودن در جواب سوالات اونا در مورد دیانت بهائی داشتن ها جواب میداده و گهگداری هم مثل این که مراسم دعا و نیایش با چند نفر از دوستان در منزلشون داشتن و هیچ مسئله سیاسی و غیر از اون نبوده. الان در کدوم زندان هستن؟ در 9 اردیبهشت ماه 1389 بدون اینکه به او یا خانوادش خبری داده باشن به زندان خاش منتقل میشه. خانوادش در یزد هستن و خب خیلی سخت هست براشون که از یزد بخوان برن به خاش و برای ملاقات تقریبا 1000 کیلومتر مسافت هست. خانوادش برای اولین بار پس از تقریبا 2 ماه هفته پیش تونستن برن خاش به ملاقات. خانواده ایشون در آخرین ملاقاتی که با برادرتون داشتن از وضعیت ایشون چی میگن؟ ایشون همینطوری که عرض کردم چون ناراحتی قلبی دارن و حتی پزشکی قانونی به حکم عدم تحمل حبس ایشون داده در زندان خاش. خب ملاقاتی که هفته پیش خانوادشون با ایشون داشتن، زندان کوچکی از امکانات آنچنانی نداره و خب شرایط خیلی سخت‌تر هست از لحاظ بهداشتی و رفاهی که نمیشه گفت در زندان، ولی کلن هوا گرم هست اونجا و ایشون چون ناراحتی قلبی هم داره خیلی سخت‌تر هست براشون. شما از مقامات قضایی چه خواسته ای دارید؟ خواستمون این هست که به حق و حقوق شهروندی ما احترام گذاشته بشه. بهائیان هیچ وقت در سیاست دخالت نمی کنن و تنها خواستشون این هست که مثل بقیه افراد اجازه بدن که زندگی کنن.